به نام و یاد عزت متعال با عرض سلام و صبح همه بخیر. من احمد شعیب صدیقی هستم و شما را به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید میگم. در این برنامه تا دو ساعت دیگر به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف با آگاهان امور میپردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز بپردازیم به پایگاه‌های خبری، تازه‌ترین خبرها و رویدادهای افغانستان و جهان که در خبرگزاری‌های افغانستان و جهان به نشر رسیده است. در نخست از خبرگزاری آریانا نیوز آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با خطرناک خواندن افغانستان می‌خواهد تا سیاستش در افغانستان را کامیاب ثابت کند. هند امیدوار است که رویکرد پاکستان در برقراری صلح تغییر کرده باشد. برای کسر بیلانس تجارتی باید رای حل دریافت شود. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری مقرریه های جدید را خلاف قانون خواند. وزیر داخله میگوید ابتکار عمل جنگ در دست نیروهای امنیتی است. و آیا از فروش آزادانه مواد مخدر در کابل جلوگیری خواهد شد؟ جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری آریانا نیوز. واکنش آگاهان در مورد گفته های اخیر اوباما. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با خطرناک خواندن افغانستان میخواهد تا سیاستش در افغانستان را کامیاب ثابت کند. شماری از آگاهان میگویند که باراک اوباما با این موضع‌گیری‌اش تلاش دارد تا از سیاستش در افغانستان برای آینده دفاع کند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده می دانند و می گویند که افغانستان نیاز به کمک های دراز مدت جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا دارد. گفته های تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که افغانستان هنوز هم به عنوان یک مکان خطرناک باقی مانده است با انتقاد های روبرو شده است. شماری از آگاهان به این باورند که آقای اوباما تلاش دارد با این گفته ها سیاستش در افغانستان را کامیاب بنمود کند. اسمت الله قانی آگاه نظامی میگوید در آمریکا انتخابات به زودی برگزار خواهد شد و از همین رو آقای اوباما تلاش دارد تا سیاست های دموکراتیک ها را در افغانستان کامیاب ثابت کند و از این سیاست ها در آینده نیز دفاع کرده بتواند. از سوی هم شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان میگویند که افغانستان نیاز جدی به کمک‌های آمریکا و نظامیان این کشور دارند و اگر سیاست‌های این کشور برای همکاری‌های دراز مدت به افغانستان انجام نشود، عواقب ناگواری در جنگ افغانستان به جا خواهد گذاشت. هیله ارشاد عضو مجلس نمایندگان گفت متأسفانه مشکلات امنیتی در کشور هر روز بیشتر می‌شود و اگر حمایت و کمک‌های آمریکا در افغانستان کاهش یابد، این کار عواقب ناگواری برای کشور خواهد داشت. همچنان میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در این مورد میگوید از یک طرف دفاع مستقلانه از سوی نیروهای امنیتی افغان در کشور همزمان با بیرون شدن نظامیان خارجی آغاز شده است و از سوی دیگر گروه داعش فعالیت‌هایش را در افغانستان آغاز کرده است که حضور این گروه یک خطر جدی برای افغانستان و منطقه است که باید به آن توجه شود. در حالی است که مقام‌های آمریکا گفتند سربازانشان را تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند کرد و تنها شمار اندکی از این سربازان در سفارت این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. و حال مرور داریم بر خبرگزاری رادیو آزادی. رئیس جمهور سابق افغانستان با معاون رئیس جمهور چین ملاقات کرد. با فروشندگان مواد مخدر برخورد مشابه با تروریستان صورت می‌گیرد. مردم اوکراین از تجربه های جنگ افغان ها با شوروی سابق بیاموزند. وزیر داخله گفته بسیاری از حملات مخالفان مسلح دولت روزانه خونسا می شود و کمبود دکتر و متخصص مشکل اساسی مردم غور. و حال جزئیات بیشتر خبر از خبرگزاری رادیو آزادی. رئیس جمهور سابق افغانستان با معاون رئیس جمهور چین ملاقات کرد. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در جریان دیدار از چین روز چهارشنبه با معاون رئیس جمهور این کشور لیون چاو ملاقات کرد. خبرگزاری رسمی چین سینهاو میگوید طرفین در تالار خلق چین در پکینگ صحبت کردند. در این ملاقات معاون رئیس جمهور چین لی گفته است چین و افغانستان دو کشور همسایه می باشد که بر یکدیگر اعتماد دارند و از یکدیگر حمایت می کنند.
رئیس جمهور سابق افغانستان در حال با مقامات چین صحبت می کند که سال جاری 60مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و افغانستان می باشد. بعد از این دیدار از قول معاون رئیس جمهور چین آمده که گفته است چین حاضر است همکاری های خود را در بخش های تجارت، سرمایه گذاری و امنیت با افغانستان بیشتر بسازد. نظر به خبر سینها و معاون رئیس جمهور چین لی گفته است که از پروسه بازسازی و مصالحه در افغانستان حمایت کرده و برای تأمین هرچه زودتر صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان کمک خواهد کرد. در گزارش همچنان ذکر شده است که رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی از کمک های چین در ساحه صلح و انکشاف افغانستان سپاسگزاری کرده و بر دوام همکاری چین تأکید کرده است. قبل از این روز سه‌شنبه رسانه‌های چین تصاویر از حامد کرزی را به نشر رسانده بودند که او در مارکت ابریشم پیکنگ قدم می‌زند. رسانه‌های چین می‌گویند دکانداران این مارکت با دیدن ناگهانی رئیس جمهور سابق حامد کرزی حیران شدند و او با زبان چینایی با بعضی از این افراد سلام گفته است. نظر به گزارش رسانه ها، حامد کرزی در این بازار خاص ابریشم چندین نکتایی و چادرهای ابریشمی خریده است. نظر به بیانات دفتر حامد کرزی، او به دعوت مقامات چین به این کشور سفر کرده است. رسانه های چینایی میگویند که آقای کرزی برای اشتراک در کنفرانس غیر حکومتی سالانه روابط آسیا و ایجاد اعتماد به چین رفته است. رئیس جمهور سابق افغانستان در راه سفر به چین توقف کوتاه در هند داشت و با صدر اعظم این کشور نرندرا مودی هم دیدار کرده و در مورد تحولات اخیر در منطقه صحبت کردند. و حال مرور داریم بر خبرگزاری بی بی سی فارسی. 5 کارگر معدن زغال سنگ در شمال افغانستان جان باختند. مقام های محلی ولایت سمنگان در شمال افغانستان میگویند که در اثر تراکم گاز در یکی از معادن زغال سنگ این ولایت 5 کارگر این معدن جان خود را از دست دادند. 4 کارگر دیگر نیز در این حادثه مسموم شدند که به گفته مقام های محلی در حال حاضر در وضعیت رضایت بخش به سر میبرند. صدیق عزیزی سخنگوی ولایت سمنگان به بی بی سی گفت که حفاری های خودسرانه در یکی از معادن ولسوالی دره صوف بالا سبب این رویداد شده است. او میگوید که این معدن از سوی تیم کارشناسی وزارت معادن مسدود شده بود، اما مردم محل خودشان آن را باز کرده و استخراج می کنند. آقای عزیزی میگوید که آنها چندین بار به وزارت معادن گفتند که تأمین امنیت 1500 ذخیره زغال سنگ در این ولسوالی در توان نیروهای امنیتی منطقه نیست و باید تدابیر بیشتری در این بخش سنجیده شود، اما تا کنون پاسخی از این وزارت نگرفتند. مردم در ولایت سمنگان در سالهای گذشته بارها شاهد حوادث مرگبار در معدن زغال سنگ بودند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای محلی، در 2 سال گذشته نزدیک به 40 کارگر معدن در رویدادهای مختلف در معدن زغال سنگ در سمنگان جان خود را از دست دادند. امروز برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هم در واکنش به کشته شدن کارگران در معدن زغال سنگ سمنگان از وزارت معادن و پترولیم این کشور انتقاد کرده و از دولت خواستند که برای جلوگیری از تلفات کارگران و مسئولیت آنها اقدامات جدی روی دست گیرند. و حال خبر از خبرگزاری صدای آمریکا. وزیر داخله میگوید پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده است. جنرال علومی از ایجاد یک مرکز ملی ارزیابی تهدیدات امنیتی خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع‌آوری معلومات تأسیس شده است. وزیر امور داخلی افغانستان ضمن استقبال از تعهدات اخیر پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی گفت که اسلام آباد تا کنون در راستای عملی ساختن این تعهدات اقدام نکرده است. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که هنوز هم منابع و مراکز دهشت افغانی در خاک پاکستان از بین نرفته است. او افزود که به تعهدات پاکستان زمان می توان باور کرد که جنبه عملی به خود بگیرد. آقای علومی گفت گروه های در این منطقه و در همسایگی ما و شما وجود دارد که هنوز هم اینها زیان آور است. از این خاطر ما نمی توانیم یک صدا که بالا شد اسلحه را به زمین بگذاریم. اعتماد وقتی می شود که در عمل ببینیم که
خیرش برای مردم منطقه و افغانستان و جهان در قسمت صلح و آرامش برسد. وزیر داخله افغانستان همچنان گفت که تهاجم نظامیان پاکستانی در وزیرستان سبب شده است که شماری از شورشیان از پاکستان فرار کرده و به افغانستان وارد شوند. نورالحق علومی در این نشست از ایجاد یک مرکز ملی ارزیابی تهدیدات امنیتی در افغانستان خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع‌آوری معلومات تأسیس شده است. به گفته آقای علومی، مرکز یاد شده روزانه ده‌ها گزارش را به دست می‌آورد که نیروهای افغان را در مقابله با تهدیدها و خونسا ساختن حمله‌های دهشت‌افگنی کمک می‌کند. علومی گفت یک مرکز ملی تهدیدات در افغانستان ایجاد شده است که زیر نام نصرت کار می کند. تمام راپورهای کشفی و استخباراتی را که می رسد تحلیل می کند. وزیر داخله افغانستان اطمینان داد که مخالفان مصالح دولت در حد نیستند که بتوانند دولت را سقوط دهند. پایگاه های خبری به پایان رسید. در ادامه آغاز روز همراهیمان کنید. بازم خوش آمدین. در ادامه برنامه آغاز روز میپردازیم در رابطه با اینکه سفیر بریتانیا در کابل میگوید اصلاحات انتخاباتی برای افغانستان حیاتی است. کارن پیرس، سفیر تازه نفس بریتانیا در کابل میگوید که جامعه جهانی کمکهایش را به این نهادها قطع نکرده، بل این کمکها را به تعلیق درآورده است و هر زمانی که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به میان آید این کمکها اثر گرفته میشوند. برای بحث بیشتر در رابطه با این موضوع آقای حسیب معترف، فعال جامعه مدنی، با ما در استودیو هستند. آقای معترف، سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. سلام بر شما، تشکر. در آغاز اگر بگوین که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد، بعدن اعضا و همه کارمندانشان استخدام شدن و به کار گماشته شدن، ولی کار این کمیسیون تاکنون آغاز نشده، علت از در چی میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بارد سلام به شما و بینندگان عزیزتان. اما تو کل ما در جیران هستیم، بحث اصلاحات انتخاباتی یک بحث بسیار حیاتی و مهمی است که رهبران حکومت وحدت ملی روی توافق کردن و یک بخش مهمی از توافقنامه سیاسی که منشیک در واقع مبنای حکومت وحدت ملی را تشکیل میده، یک بخش مهمش برمیگرده به اصلاحات انتخاباتی است که اینا تعهد سپردن و با توجه به بحرانی که و گستردگی بحرانی که متاسفانه در انتخابات قبلی اتفاق پیش آمد، بحث اصلاحات انتخاباتی را به بحث بسیار حیاتی و جدی مطرح کرد. به می خاطر این در توافقنامه وحدت ملی بین هر دو نفر تعهد شد. دنیا هم روی مسئله بسیار تاکید میکردن، حتی اگر شما در جریان باشین در کنفرانس لندن بسیار با وضاحت رهبران حکومت وحدت ملی به دنیا تعهد سپردن که ما به خاطر اصلاحات انتخاباتی باید کارهای اساسی و بنیادی صورت بگیره. به می خاطر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جزء اساسی بند توافقنامه سیاسی بود که متاسفانه اما تو که در جریان هستیم امروز که پس از 7 ماه و بیشتر از 7 ماه از حکومت وحدت ملی میگذره و بیشتر از 3 ماه از فرمانی که رئیس جمهور صادر کرده میگذره، ولی کاری کمیسیون متاسفانه آغاز نشده و فعلا متاسفانه این پروسه اصلاحات انتخاباتی که یک مسئله بسیار مهم است در یک حالت بنبست و مبهم همچنان به سر میبره. حالا همونطور که شما یادآوری کردین که یکی از موارد بسیار اساسی در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی همین آوردن اصلاحات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی بود، فکر میکنین در حال حاضر علت تاخیر از این چی است؟ متاسفانه بسیار جای ما فکر میکنم که جای افسوس است و به خاطر از اینکه ما او بحرانی را که در یک قدمی پردگاه قرار داشتیم بسیار زود فراموش کردیم و مخصوصا رهبران حکومت وحدت ملی. ما یک انتخابات را سپری کردیم که داشت تمام هستی ما را به باد میداد، ما را در لبه پردگاه قرار داده بود. او متاسفانه بسیار زود فراموش شد و با وجود تاکیدهای بسیار جدی که روی اصلاحات انتخاباتی در اول صورت میگرفت، ولی کار عملی که در این بخش باید انجام میشد نشد. ما فکر میکنم دلایل اساسی از یکی از دلایل عمده از این ما فکر میکنم اراده سیاسی است که برمیگرده به اراده خود سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی یا سیاستمداران. اگر اونا اراده سیاسی داشته باشند و بخواین که پروسه آغاز شود، هیچ چیزی نمیتونه که عدم آغاز زیر توجیه کنه. مثلا مسائلی که مطرح میشه فعلا اختلاف سر ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یا مسائل دیگه، اینا مسائل است که خب در ذات خود جای بحث دارن، ولی نمیتونن که توجیه شود بر عدم آغاز یک پروسه بسیار ملی و حیاتی بر کل مردم افغانستان.
به دلیل ما فکر میکنم که هیچ مشکل تکنیکی نمیتونه در پروسه مطرح باشه به جزی که اراده سیاستمداران و مخصوصا رهبران حکومت و وحدت ملی. بله، همانطور که شما گفتین در آغاز بالای ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، بعدن برای ریاست این که چه کسی به عهده داشته باشه، بعدن ریاستی کمیسیون، و فکر را میکنین که زد و بنها بالای این همه موارد باعث میشه تا وقت کوشی شوه و ما فرصت دست داشته بالاخره کمتر شده بره و بالاخره از دست بره؟ دقیقاً مواردی که شما اشاره کردین بیشتر و هشدارهای جامعه جهانی مخصوصا به تعلیق دار آمدن کمک ها، اینا تمام هشدارهایی است که متاسفانه زنگ خطری است که ما دریافت میکنیم مخصوصا از متحدین خود و از جامعه جهانی که تمویل که بخش اعظم از در کل میتونیم بگیم که این پروسه کلا به اساس همکاری و تمویل جامعه جهانی پیش میره و متاسفانه البته اونا هم حق دارن که حکومت افغانستان مردم مؤاخذه قرار بدن، چون اونا یک پروسه کلان مثل انتخابات تمویل میکنن از لحاظ تکنیکی، از لحاظ مالی. کشورهای جهان اونا طبعا به افکار عامه خود پاسخگو هستن، اونا باید به مردم خود پاسخگو باشن. پولی که باید میتن باید کجا مصرف بشه، چقدر در تقویت دموکراسی مصرف بشه. و طبعا ما فکر میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه این هشدارا به شکل جدیتر و خشنترش مطرح خواهد شد که متاسفانه وقت ممکن است که ما بسیار رای برگشت هم نداشته باشیم. بله، در گذشته دیده میشد که در چند روز قبل زد و بنها و حتی اختلافات نظر میان ریاست جمهوری و ریاست جمهوری بالای تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و همونطور که شما قبلا اشاره کردین بالای ریاست این کمیسیون. حال گذشته از این همه موارد میتونه که کدام مشکلات دیگر تهدید بکنه کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را؟ و همانطور که یادآوری میکنن که بودجه که به خاطر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تاسیس داده شده اونقدر بودجه گزاف و زیادتر ضرورت نیست، بشک باید بودجه کم آغاز به کار بکنن. در کنار این موارد مشکلات تکنیکی را همچنان میتونه بر بشمارن، نظر شما در این مورد چیست؟ خب ما وقتی که پیشرم گفتم که یک بخش مهم از توافقنامه اصلاحات انتخاباتی است، ایچ است که اینا هر دو نفر در رهبران حکومت وحدت ملی تعهد سپردن به مردم افغانستان، راهکارش کاملا مشخص است، مبدایش فقط میتونه توافقنامه سیاسی باشه. این کاملا مشخص است، جای سوال نیست. اینا موظف شدن تعهد سپردن. موارد دیگه که در پروسه مطرح میشه هیچ گونه موارد تکنیکی، موارد دلایل دیگه که در پروسه مطرح میشه ناشی مثل اختلافات نمیتونه توجیه کننده باشه. هیچ مانعی سر این پروسه نیست به جز اینکه اراده سیاسی وجود داشته باشه. متاسفانه رهبران حکومت وحدت ملی و سیاستمداران فراموش میکنن که در تعهدنامه سیاسی اینا یک سری از مسائل بسیار مهمه به مردم تعهد سپردن، اونو در واقع حیثیت کارخانگی اونا رو دارن، یعنی اونا به چیزی که تعهد کردن اولویت بسیار ضروری است. بحث اصلاحات انتخاباتی به دلیل بسیار فوری و اولویت داره که ما پیشروی انتخابات پارلمانی رو داریم. اگر ما انتخابات پارلمانی رو سال بعدی نمی امسال که قرار است شود، ولی متاسفانه به اساس خلاف قانون قرار است بتایید گفتم اما تو معلوم میشه، ما بحث انتخابات پارلمانی رو داریم. اگر نمی داشتیم ممکن بود خیر تعویقش قابل توجیه بود، ولی با توجه به اینکه ما هر لحظه که دیر میشه ما به طرف انتخابات پارلمانی باید برگزارش، متاسفانه نشان میده که ما باید هر چی سریع باید پروسه آغاز شه و بیدرنگ و به اساس متعهدات که سپردن باید اینا باید وظایف خود انجام بده. بله، حال از مواردی که شما برشمردین که اونقدر مشکلات جدی به خاطر آغاز به کار کردن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود ندارد، پس تنها گزینه همین عدم موجودیت اراده سیاسی در درون حکومت است یا خیر؟ خب ما یک مسئله که این کلانترین دلیلش میتونه که عدم نشان بده که رهبران سیاسی اراده سیاسی برای کار ندارن. دلیل دیگه میتونه مطرح باشه البته به شکل فرعی، مثلا متاسفانه حکومت وحدت ملی پس از ایجادش با مشکلات بسیار زیاد عدیده دست به گریبان شد. متاسفانه مشکلات چالش امنیتی بیشتر شد، موضوعات اقتصادی مطرح شد، مسائل دیگه مطرح شد، روابط خارجی مطرح شد، ولی این مسائل بیشتر باعث شد که بحث نظام انتخاباتی به فراموشی سپرده شود. حتی نگرانی کلان عمده وجود داره که متاسفانه که بحث اصلاحات انتخاباتی از آجنده امسال رهبران حکومت خارج شود و این واقعا نگرانی کلان است که وجود داره، با توجه به که از طرف که موضوع طرف انتخابات پارلمانی رو داریم. ولی در کل هیچ دلیل نمیتونه که مانع ایجاد توجیه کننده عدم آغاز این پروسه کلان ملی باشه. حال که سفیر بریتانیا در کابل هم اظهار نظر کرده که باید هر چه زودتر کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شروع شود تا کمک هایی که به تعلیق درآورده شده دوباره آغاز شود به کمیسیون ها، نظرتون در این مورد چی است که چقدر باید زودتر فرصت کم دارن تا آغاز بکنن آغاز به کارشان؟ دقیقاً اونا جامعه جهانی از پروسه انتخابات مطالبات خود دارن، اونا
طبعاً این پروسه را کمک میکنن. ما پیشترم گفتم که اگر حکومت افغانستان به این هشدار که در واقع زنگ خطر است توجه جدی نکنه، ما متاسفانه شاید هشدارهای از نو خشنترش خود بودیم و بایکات پروسه و این متاسفانه کلانترین تهدید است که ما دموکراسی ما را متاسفانه تهدید میکنه. ما ایره میفهمیم که کل ما در جیران هستیم که بخش اعظم از کمک هایی در بخش انتخابات میشه در کل بر دموکراسی میشه تعمیل کنداش متحدین افغانستان و کشورهای جامعه جهانی هستند و اینا طبعا نمیتونند در مقابل مواردی که حکومت افغانستان در واقع از چشم پوشی میکنه ساکت بانند. توقع ما می است که ما به عنوان فعالان مدنی توقع می است که جامعه جهانی فشار خود باید بالای حکومت افغانستان بیشتر کنه و نهادهای مدنی هم تو به می ترتیب مردم افکار ما باید فشار خود بالای حکومت وحدت ملی بیشتر کنند تا حکومت ملزم به اجرای تعهدات خود در بخش اصلاحات انتخاباتی شن. ما بحث نظام انتخاباتی یک بحث مجرد و انتزاعی نیست، مثلا با آینده دموکراسی در افغانستان، با آینده مردم سالاری و آینده حکومت داری خوب میتونه پیوند بسیار عمیق و سستنی داشته باشه. ما اگر نتونیم در سیستم حیاتی یک مورد حیاتی که اصلاحات انتخاباتی است اصلاحات اساسی را وارد نکنیم، متاسفانه ما هیچ تضمین وجود نداره که ما سال بعد در انتخابات پارلمانی بعدی دچار بحراندگی از به مراتب در مقیاس بزرگتر از انتخابات ریاست جمهوری شد. بله، در چند روز گذشته نگرانی ها بیشتر بر این بود که گویا کمک های جامعه جهانی به کمیسیون های اصلاحات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی قطع خواهد شد، ولی در حال حاضر سفیر بریتانیا چنانه که گفتم که گفتن که کمک‌های جامعه جهانی به طور کلی قطع نشده، فقط به حالت تعلیق درآورده شده و یگانه شرطش همی است که باید اصلاحات ژرف و گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود بیاید. حالا باید چگونه عمل کرد و روی کرده وجود داشته باشد تا کمک‌های مالی را هر چه زودتر به خود جلب بکنند؟ دولت افغانستان موظف است وارد جدن باید وارد معرکه شود و حداقل نشانه‌هایی از اراده خود به جامعه جهانی ثابت کنند. اینا باید ثابت کنند که اینا در عزم که و تعهدی که به مردم سپردن، به جهان سپردن محکم هستند و قدم‌های اولی که بر اصلاحات انتخاباتی است باید بردارن. اولین کارش آغاز اصلاحات است. مبدا اصلاحات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که در توافقنامه سیاسی روی کاملا هیچ بحثی وجود ندارد. اگر اینا کار کمیسیون به شکل بی‌درنگ آغاز شود، این نشانه دلگرمی است که به جامعه جهانی یک دلگرمی ایجاد میشه که اونا پروسه را تمویل کنن. ولی تا جایی که تا وقتی که پروسه در حالت مبهم و حالت تعلیق و در شرایط گنگ به سر ببره، متاسفانه این خطر وجود داره که علاقمندی عمومی جامعه جهانی کشورهای تامین کننده انتخابات متاسفانه با پروسه و حتی با پروسه مردم سالاری در افغانستان کم شود. این تهدید جدی وجود داره. پس راه حلش اینه است که فعلا حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی بی‌درنگ باید پروسه اصلاحات انتخاباتی را آغاز کنند. بله. حال فکر میکنین که با آغاز به کار کردن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چقدر میتونه در کارشون موفق باشن و اصلاحات فراگیری در کمیسیون انتخاباتی به وجود بیارن و اگر یک مکس هم در رابطه با صلاحیت های اجرایی داشته باشن؟ گفته میشه که تنها صلاحیت مشوره دهی را دارن تا به خاطر گماشتن افراد و یا هم آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی همونطور که از نامش پیداست فقط در بخش اصلاحات انتخاباتی باید کار میکنه. اینا باید یک آجندای ملی و یک استراتژی ملی بر اصلاحات تهیه کنند. نقشان، تنزیل نقشان در حد یک نهاد مشوره دهی متاسفانه من فکر میکنم که نمیتونه راهگشای مشکلات به این گستردگی باشه. چند کار اساسی باید اینا انجام بدن. ما حداقل سه کار اساسی باید تا انتخابات پارلمانی و یک کار در از بعد دیگه باید تا در انتخابات بعدی صورت بگیره. اولین کار احیای اعتماد است. متاسفانه چیزی که وجود داره، مردم باوری که داره، من به سروی اشاره میکنم که چند پیش صورت گرفته بود، یک نهاد به نام نهاد روندسی انجام داده بود که بیشتر از 70% مردم، حتی نزدیک به 80% مردم نسبت به مدیران فعلی کمیسیون انتخابات بی باور هستند و این بی باوری کلانترین صدمه است که بی باوری مردم در واقع به دموکراسی میشه تلقی شود. در قدم اول باید اصلاحات درون ساختار کمیسیون بیدرنگ باید اعضای کمیسیون فعلی باید دیگه به خاطر احیای اعتماد اینا دیگه با موجود اینا متاسفانه مردم دیگه اعتماد نمیکنن به پروسه بین. مورد دیگه ای است که در ساختار تشکیلات خود کمیسیون باید تغییرات هستی بیاد. ما فعلا در کمیسیون انتخابات شاهد دو قطب هستیم یا دو هستی قدرت هستیم، یکی رئیس کمیسیون است و یکی رئیس دارالانشا است. کردیش از طرف رئیس جمهور تعیین میشه.
متاسفانه این موضوع این اختلاف نه تنها یک تضاد منافع یا تضاد صلاحیت به میان میاره، زمینه نفوس که ما در انتخابات قبلی دیدیم متاسفانه بیشتر مشکلات از طریق دارالانشا صورت گرفت. یعنی علاقات مشخص از طریق دارالانشا در داخل کمیسیون باعث خرابی کلان شدن، البته سوی مدیریت هم جای خودش. این باید سلسله مراتب باید دوباره تعریف شود این کمیسیون و قسمی باشه که اگر این قسم ادامه پیدا کنه، من متاسفانه من فکر میکنم که با این حد صلاحیتی که دارالانشا داره متاسفانه ما این جای راه به جای نمیبرم. این باید سلسله مراتب باید اثر دوباره تعریف شود اونجا و اصلاحات کار دیگه باید اساسی که بر اصلاحات انتخاباتی باید انجام شود. توقع دنیا هم توقعش میسته که ما باید بدانیم که ما چقدر راینده داریم، راینده ما در کجاست، مراکز ما در کجاست. یک تهیه فهرست راینده اساسی ترین کار است باید کمیسیون تا انتخابات پارلمانی انجام بده. ببینیم ما باید بفهمیم که ما میال کمیسیون از سال 2004 به این طرف چندین بار کار توزیع میکنه، ولی هنوز یک پایگاه اطلاعاتی موثقه که بفهمد که ما چه قرار دهنده داریم، چه واجد رای داریم و در کجا هستم متاسفانه نداریم. اگر ما بدون باز همین قسم انتخابات بعدی برگزار کنیم هیچ شکی وجود نداره که ما دوباره انتخابات سال بحران 2014 دوباره تکرار میشه. کار سوم اساسی که باید صورت بگیره، کار بسیار اساسی که ما در انتخابات پیش رو یک انتخابات دیگه به نام انتخابات شورای ولسوالی داریم که قبلا تجربه نشده. متاسفانه نه تنها کمیسیون تجربه کار نداره که حکومت هم شمادگی برزی نداره. ما مثلا مرزبندی های ولسوالی هنوز مشخص نیست، یک باید چیز نو کاملا نشناسیم. برزی باید یک برنامه بسیار منظمی را باید تهیه شود و یک کار اساسی که در بیشتر یک کار دراز مدت است طبعا اون تغییر ساختار نظام است که در او بتونه احزاب سیاسی هم بتونن سهم بگیرن و هم کاندیدای منفرد یا مستقل بیان سهم بگیرن یا بتونن اشتراک کنن سهم شون و هم بتونن زمینه کاندیدای حزبی رو بتونن که فراهم کنن. این البته یک سیاست که باید به شکل متواتر روی ازی میشه در طرز مدت بحث شون، ولی چند کار اساسی که من اشاره کردم این نیازهایی است که ما قبل از اینکه به انتخابات پارلمانی بریم باید به شکل فوری انجام شود و طبعا بیشتر مسئولیت ازی برمیگرده به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. این تمامش میتونه که از طریق کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بعد حکومت پیشنهاد شد و حکومت باید ملزم به اجرای تصمیم باشد یک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگه. اگر کمیسیون در حد یک کمیسیون مشوره دهی باشه من متاسفانه من فکر میکنم که کار را به جای نمیبره و نمیتونه زیاد موثر باشه. و همچنان که شما در صحبتتون فرمودین که از جمله موارد بسیار مهم همین گماشتن رئیس کمیسیون های انتخاباتی و در کنارش رئیس دارالانشا باشه که از سوی رئیس جمهور گماشته میشه، حال فکر میکنین به خاطر پیدا کردن چنین شخص بین دو ریاست چگونه یک جستجوی شخصیت ها باشه تا چگونه یک شخص مورد نظر باید تعیین شود؟ در حال حاضر همین زدوبن ها همچنان بعد از ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی شاید به وجود بیاد که چگونه یک شخص گماشته شود؟ نظرتون در این مورد چی است؟ بدون شک در انتخابات گذشته ما شاید حادثه تلخی که بودیم کلانترین میتونیم مقصر در این پروسه ضعف مدیریت یا سوی مدیریت حتی مدیران کمیسیون انتخابات میتونیم بگیم. اینا حداقل اگر کار دیگه نکرده باشن در انجام کار خود متاسفانه موفق نبودن، ضعف مدیریت داشتن. اما بیشتر که با سروی اشاره کردم متاسفانه اعتماد مردم به رهبران فعلی یا رؤسای فعلی یا مسئولین فعلی کمیسیون انتخاباتی بی باور شدن. این بخوایم نخوایم یک واقعیت موجود در جامعه است و احیای از می طلبه که رهبران حکومت وحدت ملی باید راهکار دیگه رو بسنجن که بتونن توسط یک کمیته اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی رو باید بگمارن. این باید به شکل بسیار بیدرنگ صورت بگیره. این کلانترین قدم است که در بخش احیای اعتماد شکسته مردم میتونن بردارن. طبعا ما مثلا اشاره کردم پیشتر در داخل خود کمیسیون ما دو قطب داریم فعلا. صلاحیت متاسفانه صلاحیت وظیفوی رئیس و رئیس دارالانشا در قانون وضاحت نداره متاسفانه. حتی باعث تداخل وظیفوی شده متاسفانه. این باعث ما هم تو پیشتر ارز کردم باعث حتی نفوذ در داخل کمیسیون شده. این مسئله باید جدا در قوانین در بخش قوانین مفصل بحث شود روی ازی که صلاحیت های رئیس دارالانشا تا چی حد باشه و صلاحیت های رئیس عمومی رئیس کمیسیون تا چی حد باشه. ما اینمی سلسله باید سلسله مراتب و اداره باید در کمیسیون انتخاباتی دوباره احیا شود. چیزی که متاسفانه در انتخابات گذشته شکست بود در واقع. این دوباره احیا شود و این سلسله مراتب تعریف شود
وظایف هر کدام در قانون باید وضاحت داده شود، رئیس دانشگاه چه وظایف میتونه داشته باشه و از کجا باید چگونه باید تعیین شود. اینو مواردی است که طبعا باید ریاضی باید به شکل جدی کار شود. بله، حال همون بحث بسیار مهم اعتماد سازی است که شما همچنان یادآوری کردین که باید اعتماد سازی میان مردم صورت بگیرد. در حال حاضر از سروی که شما یادآوری کردین که در حدود 70 یا 80 درصد مردم نسبت به کمیسیون انتخاباتی بی باور هستند، پس در حال حاضر چگونه رویکردی وجود داشته باشد تا دوباره اعتماد سازی کرد و به همان انتخابات دور اول ریاست جمهوری سال 93 دوباره به شکل گسترده مردم پای صندوق رای دهی برن؟ ما پیشتر هم عرض کردم که رای اولیشی است که یا قدم اساسی است که ما حکومت نشان بده که ما به تعهد خود باورمند هستیم و محکم هستیم. این وقت امکان داره که متاسفانه ما میبینیم که ما هر روز فرصت ها از دست میره و مردم هم فکر میکنن که واقعا حکومت هیچ از این برسلات انتخاباتی نداره و ای باور من فکر میکنم هر روز باور مردم نسبت به حکومت هم نسبت به پروسه های دموکراسی نسبت به انتخابات کاهش میدن. نباید حکومت اجازه بده که مردم بیش از حد به دموکراسی بی باور شون. نباید اجازه بده که مردم بیش از حد به انتخابات بی باور شون. انجام تعهد یا برداشتن گام های اساسی در جهت تعهداتشون میتونه که مردم دوباره دلگرم بسازه. ما هم تو که یاد کردم یک بخش کار ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. در پولی از این دولت ملزم به انجام به مراتب مهمتر زمینه سازی کنه به خاطر احیای اعتماد. مثلا مردم بحث توزیع تسکری برکی میتونه یک دلگرمی دیگه باشه بر مردم، میتونه اعتماد کنن مردم که واقعا انتخاباتی که صورت میگیره به اساس یک بر مبنای یک کارت با اعتبار صورت بگیره و هر کس میتونه به اساس شناسنامه‌ای که در دست رای بده. این طبعا این تفاوت ایجاد میکنه که بعضی فکر میکنه که ما یک رای میندازم یک نفر دیگه با صندوق با پای پر میکنه. این ایده میتونه که دوباره ایده از بین ببره، اعتماد مردم بشه مثلا. کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک بخش دیگه است که میتونه که نشان بده به مردم ثابت کنن که ما در عزمی که به مردم یا تعهدی که به مردم دادیم استوار هستیم و این انجام میدیم. طبعا این کاری است که میتونم دوباره در پولی از این فکر میکنم که نهادهای دیگه هم جدا از حکومت بر احیای اعتماد نقش دارن. مثلا نهادهای مدنی که در بخش انتخابات کار میکنن، اینا باید نهادهای حقوق بشری کار میکنن، نهادهایی که در بخش های مختلف کار میکنن، رسانه های کار میکنن، اینا تمامشون میتونن که با در ایجاد آگاهی به مردم و تشویق مردم به پروسه های انتخابات برای دموکراسی میتونن به مراتب مؤثر و مفید واقع شن. بله. حالا یک مورد دیگر که بیشتر هم تاکید میشه موارد ناامنی در بعض نقاط دوردست کشور میتونه باشه که در اواخر هم ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری در ساحات مختلف افغانستان هستیم و بخصوص در کابل پایتخت. حال یک رای حل مناسب در اون مناطقی که امنیت وجود نداره یا امنیت نسبی است، مردم هراسان از ای هستند که از خانشان برای بخصوص به خاطر رای دهی که در روز شاید زیادتر تهدید شوند، به خاطر این موضوع یک رای حل مناسب آیا وجود میتونه داشته یا خیر؟ دولت افغانستان موظف است که همونطور که در بخش به خاطر تدویری و برگزاری موظف است، موظف است که تامین امنیت رای دهندگان کاندیدار در انتخابات باید فراهم بسازم. ما به طرف انتخابات نبیریم مگری که انتخابات یک انتخابات همه شمول سراسری و تمام شهروندان افغانستان که واجد شرایط رای هستند اینا بتونن از حق رای خود استفاده کنن. مشکل نامنی متاسفانه یک مشکل عام است، ایره هیچ انکار کردن نمیتونیم، ولی ایره فکر کنیم ما انتخابات داریم که یک پروسه کاملا ملی است و در بیشتر مناطق افغانستان امکان تحقق وجود داره. در مناطق که وجود نداره ما نمیتونیم به خاطر از اینکه در مناطقی که به دلایل مختلف نام نستن ما بتونیم یک پروسه کلان ملی را مختل بسازیم. نهادهای انتخاباتی در بخش انتخابات کار میکنن، موظف به انتخابات هستن. نهادهای امنیتی مسئول هستن که تامین امنیت، یعنی ما به دلیل امنیت نمیتونیم که یک پروسه دیگر متوقف بسازیم. ما این کاروان باید پیش بره، این کاروان باید پیش ببریم و متاسفانه دلایل مثل نامنی یک مشکل عمومی است و یک مشکل خاص انتخابات نیستن. ما متاسفانه امروز تمامی بسیار پروژه هایی که دیگه که از طرف دولت راه‌اندازی میشه به دلیل امنی متاسفانه ناکام میمونه. یک پدیده عامه، ولی دموکراسی یک چیزی است که ما دیگه راهکار غیر از انتخابات و نداریم و این پروسه باید همچنان پیش برم. دولت اما تا که موظف به تدویر انتخابات است مکلف به تامین امنیت شهروندان هم میباشه. انتخابات بهترین انتخابات اما انتخاباتی است که تمام شهروندان
سراسری و همشمول کسایی که واجد رای هستن بتونن از حق رای خود استفاده کنن. خب حال با در نظرشتی که تا کنون کاری کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی آغاز نشده، فکر میکنین با آغاز کردن به کار این کمیسیون چقدر فرصت دارن تا اصلاحات فراگیر در کمیسیون انتخاباتی به وجود بیارن؟ ببینید ما با یک ساختار بسیار با کمیسیون اصلاح انتخاباتی که آغاز به کار میکنه با مشکلات زیاد روبرو است. این کمیسیون موظف است بر اساس تعهدنامه حکومت وحدت ملی، توافقنامه حکومت وحدت ملی که اینا باید یک استراتژی ملی را به خاطر اصلاحات انتخاباتی بسازن، تهیه کنن، فراهم کنن. این کار مستلزم از این است که اینا باید تمام جوانب پروسه را به صورت مفصل بررسی کنن. اینا باید مشکلات انتخابات گذشته را به خصوص انتخابات مشکلات انتخابات گذشته را بسیار به شکل جدی بررسی کنن. اینا باید ظرفیت های موجود کمیسیون مورد بازبینی قرار بدن. با انجام تحقیق میدانی اینا باید از نه تنها از مرکز بلکه از ولایات، از دفاتر ولایتی به صورت منظم اینا باید بررسی خود داشته باشند و یافته های خود در قالب که یک طرح پیشنهادی یا یک استراتژی ملی است به حکومت ارائه کنند. یک حکومت در این حالت باید ملزم به انجام داده شود. اگر اینا را مثلا ما در نقش یک مشوره به حکومت بدیم، تمام شما فکر کنید مثلا اگر شما بخواید یک مشوره بدین، اگر شما بخواید یک کار انجام بدین، طبعاً کسی که اگر مشوره بخواد یک مشوره خواهم میتونم مشوره ممکن قبول شو نشم. اگر اینا بفهمه که نظریاتشان در حد یک مشوره است، ما مطمئن هستم که اعضای کمیسیون به اون دلگرمی و به اون مسئولیتی که باید کار انجام بدن نمیتن. اینا باید بفهمن که یک وظیفه بسیار خطیر ملی در به عهدهشان گذاشته شده که یک پروسه حیاتی اینا باید مجبور به اصلاح به ایجاد اصلاح در واسن. طبعا در اون صورت اینا با مشکلات زیاد مواجه هستن. ما مطمئن هستم که یک در صورت آغاز به کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی اینا باید بسیار به شکل شبانه روزی تلاش کنن و کار کمی نیست. متاسفانه ما یک پروسه نسبتا یک ساختار نسبت به ایران داریم، یک قوانین نسبتا ناقص داریم و مشکلاتی که در کمیسیون از لحاظ ساختاری وجود داره حل از این، متاسفانه من فکر میکنم که به زمان بیشتر نیاز دارم، ولی یک سری مسائلی که به دلیل فوریتی که اولویتی که یا فوریتی که انتخابات پارلمانی در پیش رو است ایجاب میکنه که اینا بعضی کارهای خود بسیار به شکل کوتاه‌مدت انجام بدن. ما به چند موردش بیشتر اشاره کردم. خیلی سپاس از حضورتون در برنامه آقای حسیب و معترف فعال جامعه مدنی. تشکر از شما. سلامت باشید. بازم خوش آمدین. در ادامه برنامه آغاز روز میپردازیم به این که در چند روز گذشته وزرای جدید حکومت وحدت ملی برنامه های کاری صد روزه ایشان را تشریح کردند که تاکنون وزرای ارشاد، حج و اوقاف و تجارت و صنایع برنامه های کاریشان را تشریح نمودند. برای بحث بیشتر در رابطه با چگونگی برنامه های کاری صد روزه نامزد وزرا، آقای محمد هاشم فاریابی عضو مجلس نمایندگان با ما در استودیو هستند. آقای فاریابی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همکار تکنیکیتان. خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز آریانا سلام تقدیم میکنم. تشکر روی فرصت که شما برام دادید. تشکر از شما. در آغاز اگر دیدگاهتون رو با ما شریک بسازین در رابطه با تشریح و چگونگی برنامه های کاری نامزد وزرای جدید، اینکه تا کنون فقط دو وزیر، یکی وزیر حج و اوقاف و دیگر وزیر تجارت صنایع برنامه های کاریشان را شریک ساختن، در رابطه به موضوع اگر این مکس داشته باشین. تشکر میکنیم. و آغاز کار که قبلا وزرای محترم با برنامه کاریشان که به ولسی جرگه اونا آمدگی نشان داد و برنامه کاری خود تشریح کردن، روی همی مسائل اینا رای اعتماد گرفتن و مردم افغانستان به نماینده های مردم اونا وعده سپردن که ما تعهدات خود عملی میکنیم. همچنان در این مورد حکومت وحدت ملی هم جناب رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایی هم با اونا برنامه کاری که در فیصله کابینه و شورای وزیران اونا هم تعهد دادن که امو برنامه کاری صد روزی خود اونا آغاز میکردن و دو وزیر صاحب که وزیر تجارت و وزیر حج و اوقاف هم در این مورد برنامه کاری خود اونا آمدگی نشان داده. امید است که امو تعهدات خود، امو مشکلات، امو چالش هایی که در گذشته بوده
امو تکرار نشه و امید وعده‌ای که داده با وقت زمانش اونها عملی کنه. بله، حال این که زدبنها بالای تعیین وزرای جدید و معرفیشان به مجلس نمایندگان در چند روز گذشته بود و حالا در حدود 8 ماه از حکومت وحدت ملی میگذرد، فکر نمی‌کنین که ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزرا فرصت کمتر دارد به خاطر تطبیقی برنامه‌ها و این برنامه‌ها چقدر بنا بر همان بودجه دست داشته‌شان در وزارت تحریزی شده؟ واقعا از سال قبل بودجه که مد نظر گرفته شده بوده، هر وزارت و بودجه انکشافی بودجه عادی همه به اساس اون پلان هایی که بوده، در این مورد نماینده های مردم در بولیسی جرکه هم تاکید کردن که امو پروژه هایی که نیمه کاره باقی مونده و پروژه هایی که در حال تطبیق بوده، او پروژه ها شامل بودجه شده، خوشبختانه شامل بودجه شده، مگر متاسفانه کار عملی آن چندان به اندازه‌ای که پیشرفت میکرد نشده. با آمدن وزرای محترم که جدید است که برنامه کاری خودم گفتن، اونا تعهدات خودم گفتن و جلب توجه دونرها و اما چالش ها و مشکلات و بعضی پروژه ها که بال نیمه کاره باقی مانده، متاسفانه که 3 سال یا 4 سال تیر از وقت قراردادش تیر شده که ما شاهد چنین پروژه ها بودیم، خصوصا در حوزه ولایت فاریاب که ما شاهد از یستیم یکی دو پروژه ملی که سرک ترانزیت بین قیصار لامان از نگاه اقتصادی و یک سرک بسیار باید ایاتی می باشه و بند المار، بند آب المار که یک پروژه ملی و منطقه است. یعنی پروژه هایی که متاسفانه شرکت ها ظرفیت خود نداشته یا بعضی چالش ها بوده، با وزرای محترم مالیه، وزارت فواید عامه و سایر وزارت هایی که چنین مشکل با قراردادی داشتن و با دونرها داشتن، اونا وعده دادن که ما این مشکلات ها و چالش ها را رفع میکنیم و امید است که به مو مشکل تعهدات اونا عملی کنند. بله، حال این که شماری از آگاهان امور به این باورند که برنامه های کاری 100 روزه که در حال حاضر ارائه میشه از سوی وزرای جدید حکومت وحدت ملی باید قبل از این 8 ماهی که حالا گذشته باید ارائه میشد، در نظرتان در این مورد چی است؟ قبلا باید برنامه کاری پلانگذاری میشد و اونا آمادگی نشان میدادن، با آن هم اونا روی همه برنامه های کاری که در گذشته اونا بوده، اونا روی همه مسائل این برنامه های کاری خود دیده، در گذشته پلانگذاری شده و بعضی پروژه ها سروی شده یا دیزاین شده و بعضی مشکلات هایی که خصوصا در سکتور تجارت وجود داره، خصوصا در سکتورهای اقتصادی است که مشکلات زیاد از سرمایه گذارا و تجار ملی و بعضی مشکلات در فساد اداری و در قوانین وجود داشته، متاسفانه بعضی مشکلات هاست که اونا باید تاکید شود تا این زمینه خوب را مساعد بسازد تا همین چالش ها و مشکلات هایی که در گذشته بوده همین مشکلات ها رفع شود تا همین زمینه خوبی را برای همه مردم و زمینه شغل و کار برای جوان ها و برای اکثرا جوان های ما که بیکار است برای از اونا مساعد بسازد، چنانچه می دانیم که سالانه چقدر به سوی لیسانس اونا خارج میشن، بگم با آن هم این زمینه شغل و کار ندارند و اکثرا جوان های ما به خارج کشور رد نبود کار و برنامه های کاری فقر و بیکاری و به این مورد با وجود که حکومت وحدت ملی در راستای سکتورهای زیربنایی و از بخش کاریابی و اونا تعهدات کرده و امید است که همون تعهدات خود اونا عملی کنه، مگر به او اندازه که اونا تعهد کرده تا حال گام های عملیشان انجام نشده، امید است که توجه بیشتر با تکمیل شدن کابینه حکومت وحدت ملی این مشکل رفع شود و به می تعهدات خود و می کارهای خود اونا عملی کنه. بله، حال ارزیابی خود شما از برنامه های ارائه شده از سوی دو وزیر که تاکنون وزیر حج و اوقاف و وزیر تجارت و صنایع که برنامه های کاریشان ارائه کردن، ارزیابی خود شما چی است؟ فکر میکنین که برنامه های ارائه شده چقدر جنبه تطبیقی به خود خواهد داشت؟ تا حال ما برنامه های دو وزیر صاحب که اینا مردم افغانستان با اینا ارائه کردن، ما فکر نمی کنم که 100% تطبیق شود، با آن هم اینا اگر در حدود بیش از 50% اگر تطبیق کنم باز با آن هم گپ خوب است. امید است که همه چالش ها و مشکلات هایی که بوده اونا تعهد داشته باشه و در برنامه کاری خود اینا همی را عملی کنه تا زمینه خوب را برای
مردم افغانستان مساعد بسازن. حال خودتون چه ارزیابی میکنین که همین روند تشریح برنامه‌های 100 روز اعضای وزارت جدید حکومت وحدت ملی چقدر حائز اهمیت است؟ یک مسئولیت است که اونا هم میتونه هم در مقابل حکومت هم در مقابل ملت هم در مقابل پارلمان اونا یک پاسخگو باشه. اگر این برنامه نباشه اینا به جواب باقی خواهد ماند. حالا میتونن که با اساس همین برنامه اگر در شورای وزیران است، اگر در کابینه است و یا در ولسی جرگه است یا در مشران جرگه باید و مردم افغانستان میتونه که تا چی اندازه اینا در برنامه کاری خود موفق است و چی اندازه اینا به تعداد خود عملی کرده و چی اندازه به فساد مبارزه کرده و چقدر زمینی شغل کار بر مردم مساعد ساخته و این مشکلات هایی است که اونا باید که در گذشته تکرار نشوه. امید است زمینی خوب را با می که بر حکومت با دولت سپرده با ملت سپرده اونا عملی کنه. بله. حال این که نامزد وزرا هنگامی که رأی اعتماد از مجلس نمایندگان گرفتن و دوباره وزیر شدن و به وزارتخانه های مربوطشان آغاز به کار کردن، گفته می شد که شماری از مشکلات موانعشان است و این مشکلات تهدید میکنه نامزد وزرا را که به کارشان آغاز بکنن. در حال حاضر فکر میکنین بزرگترین چالش و مشکلی که مانع صد راه به خاطر تطبیق برنامه های 100 روزه وزرا میشه چه ها بوده میتونه؟ خواه بعضی مشکلات هایی که در گذشته هم بوده و حال هم دامنگیر است، این از دور از واقعیت نخواد باشه. بعضی مزاحمت ها، بعضی مشکلات ها، بعضی مسائلی که در تا حال بیش از 3 دهه جنگ بدبختانه همه مسائل آسیب پذیر بوده، در بعضی مشکلات ها اونا شاید مواجه شود. امید است که اونا با داشتن یک تصامیم جدی و یک امانگی بین وزارتخانه های خوب و مانگی بین نماینده های ملت و سکتورهای امنیتی و در مبارزه خودتون همونطور که وعده کرده همونطور متحد باشه. بله. حال همین برنامه هایی که راه میشه در دو بخش علایت بندش داره که برنامه های دراز مدت و یکی برنامه های کوتاه مدت. همانطور که شما هم در جریان هستین، فکر میکنین در صورت تطبیق برنامه های کوتاه مدت که همانطور که طرح ریزی شده تغییرات مثبتی که در امورات مختلف و وزارتخانه ها و یا در امورات که مربوط خودشان در حکومت و دولت میشه چه ها بوده میتونه؟ و امید است که در مسائل کوتاه مدت که امو از بین بردن فساد اداری که هم یک مبارزه قوی است و اصلاح قوانین یکی است که اونا بتانن و مشکلاتی که در کارهای روزمره به خاطر جلب توجه تعییناتی که به افراد و اشخاص خوب که متخصص باشه، مسلکی باشه، پاک باشه، صادق باشه، در این موارد اینا هم گام های عملی خود داشته باشه یکی از اقدامات خوبی خواهد بود. بله. حال همون بحثی که شما همچنان قبلا یادآوری کردین در صحبتاتون که با ارائه کردن برنامه های کاری و در صورت تطبیق شدن از باعث از این میشه تا اعتماد مردم بیشتر شه به وزرای جدید حکومت وحدت ملی، در رابطه به این فکر میکنین که آیا یک فرصت مناسب به خاطر وزرای جدید نیست تا مردم بیشتر اعتماد بکنن بر کارهایشان؟ واقعا ما در جریان که در ولسی جرگه برنامه های کاری خود کاندید وزیر صاحبا که ارائه میکردن، اونا هم وکیل صاحبا و اونا هم سوالایشان همی بود، اونا تعهدات خود داشتن، اونا گفتن که ما مطابق خدمتگذاری به مردم، مطابق که ما بتانیم اگر به برنامه کاری خود موفق باشیم کار خود ادامه میتیم. در غیر از او باز این صلاحیت هم رئیس صاحب جمهور هم حکومت گفتن که اگر وزرای محترم که در کار خود ناکام بوده و در وقت زمان معین اونا کار خود انجام نده، اونا میتونن جوابگو در ولسی جرگه در استجواب، حتی اگر نشد استعزا باید شود که اونا اگر موفق نبود بهتر همیست که کارهای خود اونا استعفای خود بده. بله. حالا منطور که شما هم در صحبتتون فرمودین یک بحث بسیار داغ و جدی همان وجود فساد اداری در ادارات دولتی می باشه. به نظر شما وزرای جدید که آغاز به کار کردن در وزارتخانه های مربوطشان چقدر با این پدیده میتونن تا مبارزه جدی داشته باشن؟ فساد اداری خود یک آسیب بسیار خطرناک در جامعه ما خصوصا بوده، مگر متاسفانه تا او اندازه که فعلا آغاز کارهای کابینه جدید است
آنقدر پیشرفت نکرده مگر متاسفانه باز هم ما میبینیم که یک سلسله مشکلات ها در فساد وجود داشته مگر متاسفانه اونا اما گام های عملی که انجام میداد آنقدر صورت نگرفته که ما نمونیش در گمرکات هست در عواید مالیاتی و باید یک اصلاحات بیاید مگر متاسفانه یکانه رایی که ما بتاریم که جلو فساد بگیرن وزرای محترم و مو تعهدات خود در هر وزارتی که است در ریاستی که است متاسفانه تا حالا گام های عملی انجام نداده و اگر انجام دادن بسیار اندک است امید است که اونا به این پدیده با جدی مبارزه کنم. خب فکر میکنین گام های عملی که صورت نگرفته مشخصا از سوی کدام نهادها بوده و علت از اینکه گام های عملی صورت نگرفته و یک مبارزه جدی نبوده در چی میبینین؟ خب حالا ما وقت کم است ما آنقدر اونا را بیش از یک دو ماه یا یک ماه میشه از کابینه سپری شده اونا گفتن که ما در مدت 6 ماه کاری ما برنامه کاری خود همه کارهایی که ما در مبارزه با فساد است و در ادارات است و در بعضی مشکلات هایی که در وزارت ها در کل است ما برای تطبیق پروژه هاست و نظارت باوست اونا زمینه ازیر مساعد کردن که ما در 3 ماه الی 6 ماه این کارهای خود را تکمیل میکنیم. باز هم در همان بحث دراز مدت برمیگردیم. فکر میکنین در این بحث دراز مدت که مبارزه با فساد که یک پدیده شوم تلقی میشه در حال حاضر در ادارات افغانستان فکر میکنین که چقدر با این پدیده مبارزه جدی صورت گیره و این وزرا موفق به در آیندن از این آزمونشان؟ یگانه مبارزه جدی که با هماهنگی نهادهای ارگانهای کشفی و استخباراتی و خود وزارت های سکتور های مختلف با هماهنگی اگر عزم متین داشته باشه و با همکاری نماینده های مردم اونا میتونه که در مبارزه با فساد جدی باشه و گام های عملی را انجام بده. بله. همانطور که همه شاهد هستند در آغازین روزهایی که حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرد بیشتر مبارزه بسیار جدی بر محو فساد و یا کاهش بسیار زیاد فساد در ادارات افغانستان وجود داشت. در حال حاضر فکر میکنین همان طرح و برنامه های مشخص را در حکومت و یا هم نزد نامزد وزرای که فعلا وزیر شدن وجود است و یا همان اراده سیاسی جدی به خاطر مبارزه با این پدیده وجود داره یا خیر؟ خب من فکر نمیکنم که اونا اراده نداشته باشن اونا تعهد داده و امید است که همین گام های خود عملی بکنه با آن هم مبارزه فساد یک شکل تدریجی باید به شکل چیش فکر نمی کنم بس در مدت 2-3 ماه یا 4 ماه اونا یک اندازه اقدامات به تدریجی بکنن بازم با چنان که با تعهداتی که به جامعه جهانی هم اینا دادن بعد کنفرانس لندن و شیکاگو که یک تعداد کمک هم قید و شرط بمی است که یکی از شرایطی است که فساد اداری باید از بین بره مگر متاسفانه بگویم که با آن هم ما شاهد ازی هستیم که یک سلسله مشکلات ها در ادارات دیده میشه. بله. حال این که از عمر حکومت وحدت ملی هم گذاشته میره و با این پدیده همچنان باید مبارزه جدی صورت گیره تا به خاطر از اینکه همه ملت افغانستان از این ناحیه شاکی هستند و همه وقت رنج میبرن و نگران هستند به خاطر از این فکر میکنین که چقدر فرصت داره حکومت تا با این پدیده مبارزه بکنه؟ اگر در این پدیده حکومت فرصت از دست بده چنانچه ما شاهد هستیم که بیش از 100 میلیارد دلار در افغانستان در طول 13 سال یا خارجی ها یا داخلی ها یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم یا اینجا مگر متاسفانه ما شاهد ازی هستیم که این پروژه این کمک ها بعد رفت اگر این فرصت دیگر هم با آن هم آنقدر کمک هایی که در گذشته بود نیست اگر این فرصت از دست بده می باز هم در زمینی شغل و کار و برای نسل جوان و برای مردم افغانستان امروز برای حالت بد وضعیت اقتصادی مردم قرار داره امروز کسایی که تجارت میکردن صنعت میکردن مگر متاسفانه تجارت آن 50% اینا ضربه دیده بیش از 2 سال میشه مسائل وضعیت بد اقتصادی قرار داده و مردمی که متوسطا فعالیت کار داشت اونها هم به یک وضعیت خراب اقتصادی قرار داره و کسایی که به وضعیت بد قرار داده ما شاهد ازی بودم که در ریاست پاسپورت روزانه بیش از 1000 یا 2000
جوانای ما و مردم اونجا پاسپورت میگیره خارج کشور میره یا مهاجرت میکنه یا میرن قسمان جوانا به مواد مخدر مبتلا میشه اینی و قسمان به کشورهای دیگه مهاجرت میکنه دیگه یک مبارزه با فساد باز هم میگم که یک تعهد دولت و وزرای محترم و نمایندهای مردم هم بود اگر اینا در این گپ خود صادق نباشه و گام های عملی خود انجام نده باز هم سرگذشت یعنی طول 13 سال دیگه که یعنی کمک های فمایل شد باز هم تکرار میشه. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه آقای محمد هاشم فاریابی عضو مجلس نمایندگان. تشکر میکنم از شما. لطف کردید. سلام. و از شما هم جهان سپاس که تاکنون همراهی مان کردید. پس از وقفه کوتاه آغاز روز ادامه دارد. بازم خوش آمدین. در ادامه برنامه آغاز روز میپردازیم به اینکه شماره از نمایندگان کمیته رؤسای مجلس را متهم کردند که برخلاف فیصله عمومی مجلس استجواب رئیس شورای امنیت ملی رئیس و معاون ریاست امنیت ملی را در آجندای هفته آینده این مجلس نگرفته است. در جلسه روز دوشنبه چهارم جوزا دو پیشنهاد از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، امور دفاعی و روابط خارجی مطرح شد که یکی استجواب مسئولان داخل در امضای تفاهم نامه به جلسه عمومی بود و دیگری هم لغو تفاهم نامه از طریق یک رأی‌گیری در مجلس. اما کمیته رؤسا در نشست روز سه‌شنبه خود این موضوع را در آجندای جلسات هفته آینده مجلس نگرفته است. برای بحث بیشتر در رابطه با این موضوع آقای سید مصطفی سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی با ما در استودیو هستند. آقای سعیدی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده عزیز تلویزیون آریانا. در آغاز اگر یک مکس بر این داشته باشین که چرا تفاهم نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد یک توافق نامه نشد؟ تشکر. پیش از اینکه من مشخصا بپردازم به پاسخ پرسش که شما پرسیدین و بحثی که موضوع تفاهمنامه امنیتی یا استخباراتی میان کابل اسلام آباد در هفته گذشته و چند روز خیلی غوغا برپا کرده و در تمام رسانه‌های همگانی و مجالس سیاسی و محافل سیاسی به سطح بالا مورد بحث قرار میگیره، ببینین دولت افغانستان در 13 سال گذشته با سفرهای متعدد را که رئیس جمهور گذشته یا پیشین جناب حامد کرزی داشتن حدود 20 مرتبه سفر به جمهوری اسلامی پاکستان داشتن، ما نتیجه ملموس را به دست نوردیم در رابطه با همکاری آنچنانی که کشور همسایه ما پاکستان در رابطه با صلح و امنیت به افغانستان داشته باشه نتیجه گرفته نشد. هر آن تلاش برای مختل ساختن امنیت افغانستان صورت گرفت، انتحاری فرستاده شد و مداخله در امور سیاسی و داخلی افغانستان صورت گرفت. بنام دولت وحدت ملی یا حکومت وحدت ملی نتیجه همی شد که باید یک تصمیم یا یک سیاست جدید را باید اتخاذ کنه. دنبال روی سیاست گذشته فکر میکنم خودش هم درد را دوا نمی کرد و ما را به هدف نهایی و هدف بلند مدت نمی رسند. اما تصمیمی که گرفته شد به باور ما یک کم شتاب زده بود، بدون از اینکه با ارگانای قانونگذار که نمایندگی از ملت افغانستان میکنند مشوره صورت میگرفت، با نخبگان سیاسی صورت میگرفت بحث یا مشوره، به شکل بسیار پنهانی و مرموزش تفاهمنامه توسط معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و یک در جانب پاکستان تفاهمنامه امضا شد و بعد از اینکه حدود دو هفته بعد وقتی که بر رسانه مسئله درس کرد جانب ریاست اجرایه که یک رکن اساسی حکومت وحدت ملی را تشکیل میده اینا اظهار بی‌خبری کردند و دولت مردای افغانستان هم خصوصا کسایی که در تیم ریاست جمهوری قرار دارند با شتاب زدگی با صحبت های ضد و نقیض پرداختند. آنچه که در پارلمان مطرح شد این هم خب میشه که من مکس کوتاه به صحبت های اعضای پارلمان داشته باشم، اینا هم هیچگاه توافق نظر نداشتند خصوصا در رابطه به مسائل کلان ملی. وقتی بحث انتخابات میمد، وقتی بحث در رابطه به تعدیل یا بازنگری قانون انتخابات میمد، وقتی که با
بعض در رابطه با اشخاص دارای دو تابعیت میامد که آیا وزیر باشن یا نباشن. تصمیم یک چیز میشد، فیصله یک چیز میشد، بالاخره یک روز بعدش تمام فیصله و تصمیم شکستانده میشد و یک تعداد حتی برخلاف آنچه که تصمیم گرفته بودن روز قبل دوباره استاد میشدن. متاسفانه این جریان و این عملکردها در پارلمان افغانستان هم وجود داره، خیلی به صلاح مردم و ملت نیست. تا وقتی که یک دیدگاه واحد در بین ریاست اجرایی، حکومت وحدت ملی و ریاست جمهوری ایجاد نشه، مسائل کلان همچون امضای تفاهم‌نامه امنیتی در واقع سرنوشت افغانستان را تعیین میکنه، سرنوشت مردم را تعیین میکنه. با در نظر داشت این بحثی که پاکستان همیشه از در یا از دیدگاه دوستی به افغانستان ندیده، همیشه خواسته که افغانستان منعیس یک صوبه پنجمش باشه، همیشه اوزار مختل ساخته و مداخله کرده. با این دیدگاه و با این اساسیتی که کشورهای دیگه منطقه که با پاکستان مشکل دارن و با امضای از این تفاهم‌نامه چقدر اساس میشن، ما شما دیدیم که وقتی که بحث افشا شد به صورت بسیار سریش کشور همسایه دیگه ما، کشور دوست که در منطقه خیلی کشور مطرح است، هندوستان تصمیم داره که امو استخراج معدن آهن آجیگه که بالا تعلیق بیاره یا صرف نظر کنه. اینا خودش مسائل است که باید دولت مردای افغانستان در این مسائل خیلی حساس باشند و با دیدگاه نظر و با دیدگاه واحد و وحدت نظر و با این که با نخبگان سیاسی، با پارلمان افغانستان، با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی اول مسائل پخته بسازن، اول مسائل کلان ملی را توافق روش به وجود بیارن، بعد این را مرحله اجرایی بگیرن. بله. حال فکر میکنین آقای سیدی که در حال حاضر تنش ها و اختلاف نظرها آنچنان که شما هم فرمودین در صحبتتان در مجلس نمایندگان ایجاد شد در رابطه با تفاهم‌نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد، فکر میکنین نتیجه بحث ها و زد و بند ها چی خواهد شد؟ خب من احساس میکنم یا به باور من وقتی که دولت افغانستان سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان مشاور فرهنگی شورای امنیت اینا ابراز کردن که ما این در واقع یک مسوده است، تا هنوز مرحله اجرایی را به خود نگرفته و بعدا از طرف ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مطرح شد که این باید پنج مرحله دیگر سپری کنه و بعد از اینکه با نخبگان، با کارشناسان و مطرح شد و این پخته شد و بعد از اینکه به خود ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی رفت و به ملاحظه شده پارلمان و دولت افغانستان یا رئیس جمهور رسید و توافق و نظر در مورد از این صورت گرفت، او وقت مرحله اجرایی را میگیره. اگر چنین کار صورت بگیره هنوز هم دیر نیست. ما نیاز به این داریم که با همسایه خود و او کشورهایی که در 13 سال گذشته و از او بیشتر در بدامنی و تشنج ایجاد کردن در دولت ما، در کشور ما نقش داشتن، با یک دید جدید و با یک پالیسی و دیپلماسی جدید وارد مرحله یا فاز جدید شویم. اما نه به شتاب زدگی و نه به این مفهومی که ما همیشه تحت تاثیر از اونا باشیم، همیشه آنچه اونا تصور میکنن و آنچه اونا تصمیم میگیرن ما تن بتیم و در واقع چشم پت هر آنچه که گفته میشه بپذیریم. با یک دیپلماسی فعال، با یک پالیسی جدید و سیاست خارجی فعال میتونیم که در اینجا نقش بسیار اساسی داشته باشیم و با در نظر داشت هزی که توازن و تناسب میان کشورهای منطقه و کشورهایی که میتونن حامی پیشرفت و توسعه و آموزش و دموکراسی در افغانستان باشن، اونایی که همیشه از در دوستی با ما وارد شدن و تاریخ در واقع روابط تاریخی دوستانه امرشان داشتیم، نباید اونا را قربانی بعضی سیاست های شتاب زده بسازیم. با این سیستم میشه و با این روی کرد میشه که ما هم سیاست جدید و پالیسی جدید در رابطه با کشور پاکستان داشته باشیم که میشه از امضای بعضی تفاهم‌نامه ها و خب ما شما دیدیم که در 8-9 ماه گذشته دولت مردای پاکستان خیلی رفت آمدشان به افغانستان زیاد شد. این خودش نشان میده که سیاست فعال دولت افغانستان در واقع اتخاذ کرده
نشانهای ازو باشه و این موقع و این فرصت نباید از دست بره. با حمایت متحدین افغانستان و قدرت‌های بزرگ میشه که منایس یک اهرم فشار از استفاده شه و به نفع افغانستان را بچرخانیم. حال فکر میکنین آقای سیدی که چه نیازی است به خاطر داشتن چنین تفاهم‌نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد؟ خب یکی که پیش از اینکه ما در رابطه با این پرسش شما بپردازم، خود تفاهم‌نامه گرچه که به شکل اساسیش به رسانه و به شبکه اجتماعی درس نکرد، اما آنچه که مورد بحث قرار گرفت هم از نظر شکل هم از نظر محتوا مشکلات خود داشت. از نظر محتوا گنجانیدن بحث جدایی طلبا و مبارزه مشترک در رابطه با جدایی طلبای هر دو کشور، ما در افغانستان تحت عنوان یا تحت مقوله جدایی طلب کسی را نداریم. درست؟ این خودش میتونه که مورد تعامل و سوال باشه و تجدید نظر باید صورت بگیره در رابطه. و بحث مرز که در واقع خط دیورند با عنوان مرز که خودش به رسمیت شناختنه، این مرز است، این مورد بحث است. و از نظر شکل هم جا داره که اونمو تای مراحل اساسی را که یک تفاهم‌نامه در بخش استخبارات و در بخش تبادل اطلاعات استخباراتی صورت میگیره او را تای مراحل کنه که متاسفانه نکرده بودی سند. نیاز اساسی وجود داره. ببینین اکثر کشورها خصوصا کشورهای همسایه در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با مسائل سیاسی، در رابطه با مسائل فرهنگی، حتی در رابطه با مسائل ورزش، اینا تفاهم‌نامه‌ای می داشته باشند. مثلا برای ازی که تشنج بین پاکستان و هند فروکش کرده باشه چند سال پیش به نام کرکت دیپلماسی یا بس دیپلماسی بین پاکستان و هند و در رابطه با مسائل ورزشی بین هند و پاکستان تفاهم‌نامه‌ای صورت گرفت و هیات‌های و یک تعداد ورزشکارا به هر دو کشور رفت آمد داشتن. اینا میتونه پیش‌زمینه‌ای باشه، اما یک باره رفتن به طرف ای که ما در رابطه با مسائل استخباراتی و اطلاعاتی تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم، فکر می‌کنم کمی شتاب زده بود. میشه که از مسائل دیگه مثل مسائل فرهنگی، مسائل خب ما در دو سه ماه گذشته تعداد زیاد از خبرنگارای پاکستان به افغانستان آمدن که تمامشان جوان ها بود، ما در این نقش داشتیم، یعنی معاونت امور جوانان، و یک تعداد زیاد از جوانای خبرنگار افغان رفتن به پاکستان برای اینکه یک دیدگاه مثبت و مثبتگرایی را در رسانه‌های هر دو طرف ایجاد کرده باشند، به جای اینکه زیادتر در رابطه با مسائل ترور و دهشت و مسائل خشونت‌زا بحث‌های صورت بگیره، در رابطه با اعمار صلح، در رابطه با ایجاد حسن نیت و روابط نیک و روابط دوستانه و از خوبی‌های دو طرف باید بحث شود. اینا میشد که پیش‌زمینه‌ای باشه برای اینکه بعداً می‌رفتیم طرف ای که در رابطه با مسائل استخباراتی تفاهم‌نامه و یا قراردادهای صورت می‌گرفت. ما پیشتر هم گفتم کمی شتاب زده صورت گرفت این بحث، اما حالا که به این مرحله رسیدیم میشه که با بازنگری، با دقت و با درایت کارشناس‌های مسائل استخباراتی در اینجا دیدگاه خود داشته باشند، نماینده‌های مردم در اینجا دیدگاه خود داشته باشند و سیاستگزارای دولت افغانستان و نهادهای مدنی و نهادهای آزاده که به اصطلاح ناظر اعمال حکومت هستند میتونن دیدگاه خود داشته باشن. بعد از پخته شدن از این میشه که این سند امضا شوه. ما فکر میکنم در پالوی از این که اساسیت های را میتونه در قبال داشته باشه، اگر جدیت و دقت صورت نگیره میشه که به ضرر کشور ما، مردم ما تمام شود، اما اگر با درایت، با کفایت و با جدیت پرداخته شود مفاد را هم میتونه داشته باشه. حال بیشتر تاکید اعضای مجلس نمایندگان هم بر همین موارد بودن که شما یادآوری کردین در صحبتاتون. فکر میکنین با در نظر داشت این همه مواردی که گفته میشه به ضرر افغانستان تمام میشه، آیا این تفاهم‌نامه استخباراتی میان کابل اسلام آباد لغو خواهد شد و یا تجدید نظر داری شود؟ فکر میکنم آنچه را که ما اطلاع به دست آوردیم، دولت افغانستان تصمیم به این داره که با بازنگری جدی و نقش دادن با نهادهای مختلف دولتی، نهادهای مدنی و همچنان کارشناسان و پارلمان افغانستان
این سند لغو نشه و بعد از اینکه اونمو پنج مرحله را که قبلا از طرف ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به اشاره شده این بره مرحله اجرایی را بگیره. بله. خب حال فکر میکنین بعضی ها به باور هستند که همان طور که در روزهای قبل از امضای تفاهم نامه یادآوری میکردن شماری از مقامات و مردم افغانستان نگران بودن از عملی شدن این توافق نامه یا تفاهم نامه استخباراتی میان کابل اسلام آباد، نظر شما در این مورد چه است؟ خب مردم میتونه که بیم داشته باشه، یک عقل مسلم است، به خاطر که تجربه برای ما ثابت کرده. ما ارهان دیدیم که متاسفانه از طرف کشور همسایه ما به جای از اینکه تاکید سر حسن نیت و روابط دوستانه میشد و در عمل این ثابت میشد، متاسفانه ارهان ما دیدیم که امرای مهاجرین ما، امرای جوانای ما، امرای کسایی که در پاکستان زندگی میکنن و در رابطه با سیاست خارجی که در قبال افغانستان داشتن از در خصومت پیش آمدن. این بیم و این حراس مردم بجا است، اما این برمیگرده به این که دولت مردای افغانستان در قدم اول باید یک دیدگاه واحد بین دو تیمه که فعلا حکومت وحدت ملی را شکل دادن باید به وجود بیاید و تقویت شود. اگر این خلا پر نشه قطعا این چنین تفاهم نامه به نفع افغانستان و مردم ما نیست. اگر با توافق نظر و با دیدگاه واحد در رابطه با چنین مسائل کلان ملی هر دو جناح که فعلا خب خوشبختانه کابینه هم تکمیل شد با گزینش سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و باور به این داریم که در این نزدیکی ها والی ها هم تکمیل میشن، با توافق نظر میشه که از بیمه که ملت افغانستان داره کم کاسته شود و اینا را دولت مردای افغانستان در عمل باید پیدا کنن. ببینین ما ریاست امنیت ملی ما هنوز هم نیاز به آموزش های استخباراتی نوین و جدی دارن، تا هنوز هم متاسفانه نه تنها که کشور پاکستان، افغانستان متاسفانه میدان رقابت استخباراتی تعداد زیاد از کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه شده و اساسیت های سیاسی که در رابطه با مشکلاتی که بین چند کشور در منطقه بوده ما قربانی ازش شدیم. اساسیت ها و مشکلاتی که مثلا پاکستان با هند داشته و هند با چین داشته و ایران با ایالات متحده امریکا داشته و بس و کشورهای دیگه، متاسفانه این قربانی را ما داده میریم و دولت مردای افغانستان تاکای تکان نمیخورن. این موقعی که ایجاد شده با حضور نیروهای حافظ صلح و نیروهای و قدرت های بزرگی که در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان است، تا نوز هم نتونستن که یک سیاست جدی و سیاست خارجی فعال اتخاذ کنن و بپردازن به مسائل بیرونی. یک وقت خوشبختانه ما میتونیم یاد کنیم که سیاست امنیت ملی افغانستان یکی از فعال‌ترین ادارات در سطح منطقه بود تا همین نزدیکی هم، اما متاسفانه دیدیم که دشمن چی اندازه به اصطلاح رخنه کردن و همو نخبه های امنیت ملی ما را یا ترور کردن یا به اصطلاح زخمی ساختن. به این پیمانه ما تحت تیررس دشمن قرار داریم که نیروهای امنیتی ما چی اردو است، چی ارتش اردو است، یا پلیس است، یا امنیت ملی است، در خطر هستند و تحت تیرس قرار دارند و تحت هدف قرار دارند. بنان با یک تکان به اصطلاح جدی و با ای که به مسائل خیلی تشریفاتی نگفتن دولت مردای افغانستان میتونن که این مسائل فایق بیان، و اگر ای که در رابطه به گزینش یک نفر مثلا احمد یا محمود به فلان ولایت یا فلان وزارت ماها سپری شود و ما نتانیم در واقع امو بدنه اصلی حکومت که کابینه سور تکمیل کنیم، یا ولایت را که خود سرپرستا موجودیتش میتونه که خیلی چالش برانگیز باشه و تکمیل نشه، دشمن هم رخنه میکنه و از این فرصت سوء استفاده میکنه. بنان با این جدیتی که دولت مردای افغانستان نیاز است که به خرج بتن، میشه که در رابطه با مسائل کم خوشبین بود. در غیر از او اگر با این شیوه پیش بریم و با این کندی پیش بریم و با این ریزکاری ها و سلیقه بازی های مثلا چند فرد اگر ادامه پیدا کنه، فکر میکنم وضعیت
بحرانی تر متاسفانه خواهد بود. حال فکر میکنین که موارد و گزینه هایی را که در این تفاهم نامه بررسی کردن و اصرار به این دارن که باید این تفاهم نامه تطبیق شوه، کدام فواید را دیدن که اونا تاکید میکنن که باید تفاهم نامه استخباراتی میانه کابل اسلام آباد سرانجام عملی شوه؟ نکات مشترک میتونه در اینجا وجود داشته باشه. ببینین دشمن وقتی که نیرومند شد متاسفانه باز در اونجا نه تنها که افغانستان مورد هدف از او قرار می داشته باشه، بلکه پاکستان و کشورهای دیگه منطقه هم می تانه مورد هدف قرار بیره. فعلا پاکستان هم فکر می کنم به این باور رسیده که اگر تروریسم و افرادگرایی و دهشت افغانی ریشه‌کن نشه، ما شما دیدیم که در پشاور هم عملات خیلی خطرناک در حتی در مکتبایی که نوجوانا و کودکا اونجا درس میخواندن صورت گرفت و هر از آن در مسجدها و در بازارها هم عملات نه تن به پیمانه افغانستان نی اما با یک پیمانه در اونجا هم صورت گرفت. اینا هم به این باور رسیدن که مبارزه مشترک در برابر تروریسم، افرادگرایی و دهشت افغانی میتونه که به نفع دو کشور باشه و در غیر از او اگر این پدیده شوم ریشه‌کن نشه دیر نخواهد بود که دامنگیر خود پاکستان هم شوه و این نشانه هایش تا هنوز دیده میشه و این فکر میکنم نه تنها که یک تفاهم‌نامه میان دو کشور باید صورت بگیره، باور من این است که اگر به سطح منطقه و یک اجماع کلان منطقوی کشورهای منطقه برسن و این مشکل و این چالش بزرگ من فکر میکنم درک کردن و به صورت جدی باید درک کنن که مبارزه جدی و همه جانبه اگر در رابطه با این پدیده صورت نگیره دامنگیر خودشان هم میشه. مفاد زیاد میتونه در پیامد امضای از این تفاهمنامه باشه، اما با در نظر داشت از این که افغانستان از در زوف و از دیدگاه ضعیف پیش نره، با قوت و با متانت و با جدیت و با تاکید بر منافع ملی و منافع اولیای کشور در راستا گام بگذاره. خیلی سپاس از حضورتون در برنامه آقای سید مصطفی سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی. تشکر.